اکتشافات باور نکردنی اخیر در قطب جنوب. ماه تقریبا با همان سرعتی که به دور محور خود میچرخد به دور زمین میچرخد. به همین دلیل است که ما فقط میتوانیم یک طرفی آن را ببینیم. این بدان معناست که 41% از سطح آن هنوز کاوش نشده است. این واقعیت بسیاری از مردم را شگفت زده میکنند، زیرا ما عادت داریم فکر کنیم همه چیز را در مورد همه چیز در جهان میدانیم، در حالی که حتی سیاره خود ما نیز برای ما یک راز باقی مانده است. به عنوان مثال قطب جنوب که برای ما کمتر از سطح ما اسرارآمیز نیست، گنبدهای یخی غیرقابل توضیح یا چهره غول‌پیکر درست در میان دره‌های برفی و یا سرزمین یخبندان ابدی اسرار خود را با احتیاط نگه می‌دارد. اما ما همین الان پرده مخفی را برمی‌داریم و همه چیز را در مورد اکتشافات اخیر در قطب جنوب به شما می‌گوییم که خون را در رگ‌های شما سرد می‌کند. اکنون برای یک شوک واقعی آماده شوید، زیرا قطب جنوب به اکتشافات فضایی بیرونی و کشف حیات فرازمینی کمک کرده است. آیا فکر میکنید ساخت فضاپیماها برای جستجو موفقیت‌آمیز بیگانگان ضروری است؟ نه اصلا. در سال 1984 شهاب سنگ آلن هیلز در قطب جنوب پیدا شد و در تمام این دهه ها مورد تحقیق قرار گرفته است. با توجه به اولین تجزیه و تحلیل دانشمندان، کشف کردند که این فقط یک تکه سنگ سرگردان در فضا نیست که زمانی به زمین کشیده شده است. این شهاب سنگ قطعی از مریخ است. چه اتفاقی میتواند برای سیاره قرمز بیفتد که باعث شده قطعی از آن تا این حد طولانی سفر کند؟ به هر حال میانگین فاصله بین سیارات حدود 225 میلیون کیلومتر است و زمانی که آنها در حین چرخش به دور خورشید به یکدیگر نزدیک میشوند یا از یکدیگر دور میشوند میتواند نوسانات قابل توجهی داشته باشند. البته ممکن است برخی از شما شک کنید که این سنگ از مریخ است، اما این یک واقعیت ثابت شده است. اگر به شما بگوییم که در زیر لایه زخم یخ موجودات مرموز زندگی میکنند چی؟ غیر محتمل به نظر می رسد، اما دانشمندان قبلا چیزی جالب اینجا زیر این گنبد پیدا کردند. بله، قطب جنوب تقریبا به طور کامل با یخچال های طبیعی پوشیده شده است، اما در زیر آنها زمین های معمولی و حتی برخی از آتش فشان های فعال وجود دارد. اخیرا دانشمندان کشف کردند که گرمای یک از آتش فشان ها یخچال را ذوب کرده است، اما دلیل آن یک فواران یک باره نبوده، بلکه یک تابش گرمای مداوم است که برای مدتی طولانی رخ می دهد که منجر به تشکیل غاره های گرم در زیر یخ شده است. این غارها در زیر گنبد یخی در کوی ایربوس در جزیره راس قرار دارند و فقط یک غار بزرگ نیست. ما در مورد هزار توی کامل از دالان ها و اتاق های داخل غار صحبت می کنیم. آنها توسط جریانی که از آتش فشان بلند می شود ایجاد شدند. دانشمندان بر این باورند که ممکن است نوع حیات در اعماق این غارها وجود داشته باشد. می تواند گرما را از آتش فشان، آب از یخ و نور خورشید که از یخچال های طبیعی پایین می آید دریافت کند. به هر حال قطب جنوب در معرض تابش شدید خورشیدی است. محققان اخیراً این مناطق کاملاً گرد را پیدا کردند. بنابراین هنوز فرصتی برای مطالعه آنها نداشتند، اما آنها فرض می‌کنند که ممکن است یک اکوسیستم وجود داشته باشد، یک اکوسیستم بسته اما متنوع. آیا آن فیلم‌های علمی تخیلی در مورد دایناسورهایی که در یخ مخفی شدن را به خاطر دارید؟ ممکن است در این مورد چیزی مشابهی وجود داشته باشد. کارشناسان قبلا ردپای دی ان ای را کشف کردند که قادر به شناسایی آن نیستند. این بدان معناست که موجودات ناشناخته برای زیست شناسان در زیر کلاهک‌های یخی قطب جنوب زندگی می‌کنند. به نظر شما چه نوع موجوداتی می‌توانند در این محیط زندگی کنند؟ با این حال موجودات زنده پنهان شده در زیر یخ عجیب‌ترین راز قطب جنوب نیستند. موضوع این است که این قاره به دلیل دور بودن و سرما یا نه تنها یخ زده بلکه به نظر در زمان نیز متوقف شده. آیا چیزی جالب میتواند در مکانی اتفاق بیفتد که تقریبا هیچ زندگی در آن وجود ندارد؟ همانطور که معلوم است میتواند. گاهی اوقات قطب جنوب چیزی نه تنها جدید و غیر قابل توضیح بلکه به طرز وحشتناکی بزرگ نیز به ما نشان میدهد. به عنوان مثال چهره غول‌پیکری که در گوگل ارت در تصاویر ماهواره قطب جنوب مشاهده شد. این یک شبه به اندازه یک کوهی از یک انسان یا یک بیگانه است و شبیه یک قطعه مجسم است که از زیر برف و یخ ظاهر شده است. یک بینی، دهان و یک جفت چشم در این یافته ترسناک به وضوح قابل مشاهده است.
شاید آنها خرابه های تمدنی باشند که زمانی وجود داشته و با بیگانگان تماس داشته است، یا شاید این فقط یک ترفند طبیعت باشد و آنچه ما میبینیم فقط بازی بادبرفی و یخبندان است. در واقع کارشناسان تصور میکنند که صورت غول‌پیکر واقعا فقط یک پوسته برفی عظیم است که اتفاقا بسیار عجیب به نظر میرسد. پس از همه قطب جنوب جایی است که میتوانید در مورد گذشته سیاره ما چیزی زیادی یاد بگیرید. برای مثال همه میدانند که حدود 65 میلیون سال پیش بیشتر دایناسورها منقرض شدند. بلوطفیان، پستانداران و پرندگان فضای آزاد برای خود پیدا کردند، فرصتی برای رشد. اما چی گونه هایی در آن دوره زندگی میکردند؟ چی کسی بعد از ناپدید شدن دایناسورها جای آنها را گرفتند؟ دانشمندان در حال کاوش در قطب جنوب به این موضوع پی بردند. این را باور نمی‌کنید؟ معلوم می‌شود که برای صدها هزار سال شکارچیان غالب در نیمکره جنوبی سیاره بزرگترین و محب‌ترین گوشتخاران پنگوین‌ها بودند. آنها از بستگان دور پنگوین‌های معاصر بودند و سریع‌تر، خشن‌تر و بزرگتر بودند. این پنگوین‌های باستانی قد یک انسان و وزن آن حدود 120 کیلوگرم بود. آنها چاق نبودند زیرا آب و هوای نیمه گرمسری معتدل بود و نیازی به محافظت از خود در برابر سرما نداشتند، بلکه نیاز به عضله بود. بدن آنها کمی با پرندگان معاصر متفاوت. آنها پاها و تناسبات قوی تری داشتند که شبیه آلپاتروس، نوعی مرغ دریایی بود. در واقع پیترول ها مرغ طوفان و آلپاتروس ها نزدیکترین خویشاوندان آنها هستند. اسکلت این پرندگان در جزایر سرزمین اصلی قطب جنوب پیدا شد. به نظر می رسد که آنها حدود 60 تا 62 میلیون سال پیش می زیستند. بنابراین می توانیم فرض کنیم که این پرندگان توانایی پرواز خود را از دست داده و به پرندگان آبزی تبدیل شدند، دقیقا به این دلیل که دایناسورها نیازی برای شکار برایشان ایجاد کردند. راستی در مورد دایناسورها بقایای مارمولگ باستانی به نام لیفاسوروس است که نظریه ابرقاره را که هزاران میلیون سال پیش وجود داشته است تایید می کند. اول از همه بقایای لیفاسوروس در قاره های دیگر بغیر از قطب جنوب نیز یافت شد، در حالی که هرگز قادر به شنا نبود. ثانیاً در طی یک سفر باستان شناسی در قطب جنوب اسکلت یک خزنده سیاندانینت پیدا شد. بقایای مشابهی نیز در آمریکای جنوبی و هند یافت شده است. به همین دلیل است که دانشمندان بر این باورند که قطب جنوب به سایر نقاط جهان متصل بوده. آمریکای جنوبی، هند، آفریقا و استرالیا و ابرقاره های باستانی به نام گوندوانا و لوراسیا وجود داشتند. علاوه بر این آب و هوا در قطب جنوب بسیار گرمتر بوده. جنگل های نیمه گرمسری و حتی استوایی پرسکنه در آنجا رشد میکردن و همچنین کمی نزدیکتر به استوا در جنوب غربی اقیانوس آرام بود. اما قطب جنوب ما را نه تنها با برخی اکتشافات گذشته بلکه در زمان حال نیز شگفت زده میکنند. به عنوان مثال در زیر یخ در غرب قطب جنوب زمین شناسان و دانشمندان ناسا دریاچه بزرگ زیرزمینی را پیدا کردند که قبلا ناشناخته بود، فقط به جای آب با مگما پر شده است. نکته این است که در سرزمین ماری برت تعدادی مینی آتش فشانی فعال وجود دارد. آنها این قلمرو را تقریبا با همان شدتی که بر آتش فشانی یلوستون گرم میکند گرم میکنند. قابل توجه است که هیچ شکافی در پوسته یا هیچ دلیل دیگری برای وجود آتش فشان در آنجا وجود ندارد. دانشمندان معتقدند که به اصطلاح ستون در آنجا قرار دارد، یک ساختار غول‌پیکر به شکل قارچ که از مگما به سطح سیاره سرچشمه میگیرد. ستون ها از ماده سبک و داغ تشکیل شده و ظاهر شدن آتش فشان ها را در زیر یخچال ها تحریک میکنند. با این حال این آتش فشان ها به شکل کوه نیستند، بلکه سوراخ های در حال فواران در زمین در زیر یخچال های طبیعی هستند. به همین دلیل است کلاهک های یخی قطب جنوب در سرزمین ماری برد سه برابر سریعتر از هر منطقه دیگر آب می شوند. با این حال همه این اکتشافات و معماها صرف نظر از اینکه چقدر جالب هستند معمولا مربوط به خود قطب جنوب است، مکانی که به نظر می رسد برای اکثر مردم دنیای جداگان است. نظر شما چیست؟ لطفا در نظرات زیر به ما اطلاع دهید. ممنون از تماشای شما.